أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا ومقتدانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، إن من دين الأئمة الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر وطول السجود والقيام بالليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار وبذل المعروف وكف الأداء وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين. سال روز میلاد با سعادت امام رؤوف سامن الحجج حضرت علی بن مسرزا علیه السلام را محضر مبارک شما رهروان و رهپویان راه اون امام امام تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت پیش روی دیگری که داریم، سلام علیکم، مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه زکیه در 14 خرداد است و مناسبت دیگر سالگرد 15 خرداد که امام اون را روز عزای عمومی برای همیشه اعلام کرد. خب من یکی دو تا نکته راجع به 14 خرداد و 15 خرداد عرض کنم و بعد هم به بیان این روایت نورانی، اون هم به مناسبت میلاد با سعادت آقا علی بن مسرزا که یک روایت جامعی است، در حقیقت یک منشوری است که حالا با اون خواهم پرداخت. خب شخصیت حضرت امام را فکر نمی کنم در بین شما کسی باشد که امام را نشناسد. حالا کم زیاد به شکل جامع، به شکل کمی محدودتر، ولی چهره پرفروغ امام یه چهره است که به تعبیر اون نویسنده معروف گفت حیر الشرق و الغرب. حرکت امام انجام داد، انقلاب امام انجام داد که دنیای شرق و غرب را متحیر کرد. حقیقتا در عصر ما، در زمانه ما، در عصر غیبت شخصیت های بزرگی از علما مراجع داشتیم و تأثیر گذار. اون فتوای معروف میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه که کاخ ناصرالدین شاه را به هم ریخت،
تمام قلیون‌هایی که اونجا بود همه شکستن، نفوذ کلام مرجعیت گرچه به دنبال اون سید جلیل القدر مرحوم میرزا اشک ریخت بعد از اینکه قدرت فتوای سید را برای سید بیان کردن، سید گریه کرد. شاید به مناسبتی خدمت شما عرض کرده باشم، سوال کردن آقا مردم تو این گونه مواردی که سخنشون، کلامشون، نفوذ سخنشون بود پیدا میکنه خوشحالن، شما چرا اشک میریزید؟ فرمود اشک من به خاطر این است که از امروز دشمنان عظمت روحانیت را شناختن، جایگاه روحانیت را شناختن، قدرت روحانیت را شناختن و از امروز به بعد شما خواهید دید که در مقابل روحانیت دسیسه خواهند کرد و توطئه خواهند کرد. عشق من به خاطر این است که تا دیروز چهره روحانیت پنهان بود ولی از امروز چهره و نفوذ کلام روحانیت آشکار شد. من نگرانم که دشمنان چه نقشه های شومی علیه روحانیت در سر داشته باشند. این کلام میرزای شیرازی بزرگ است. شخصیت های دیگری هم داشته ایم در دوران مشروطه، مرحوم مدرس. حالا جایگاه مراجع که جای خودش محفوظ از نظر بعد علمی، هر کدام در جایگاه خودشون، همین قوم مرحوم شیخ، همین قوم مرحوم آیت الله بروجردی و سایر مراجع بزرگوار تقلیدی که هر کدام در زمان خودشون واقعا نقش آفرین بودن، حوزه بزرگ نجف، شخصیت هایی مثل صاحب جواهر شیخ انصاری و ازمنه اخیره مرحوم آیت الله شاهولی بزرگ، مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله خویی و دیگه. الان من در مقام استقصا اگر بخوام بردیام باز هم از قلم میفتد. بله دیگه، الان مرحوم آخوند خراسانی شخصیت تأثیرگذاری که تا کنون هم ما سر سفره این بزرگان نشسته ایم، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی و شخصیت های بزرگی از این دست که عرض میکنم باید کتابی نوشت، همونطور که اون عزیز کتابی نوشت از کلینی تا خمینی. هر کدام ادوار تابناکی بودن در زمان خودشون و بعد از زمانشون و تأثیر آثارشون که میبینید واقعا امروز محور علمی و حوزه‌های ما همین آثار بزرگان است که به جا مانده. اما امام با همه شئونی که داشت، شئون مرجعیت داشت، یک فیلسوف، یک متکلم، یک فقیه، یک اصولی، یک مفسر، یک عالم متخلق به اخلاق و یک مجاهد. خب خیلی ها به هر دلیل گاهی از اوقات به این نتیجه می رسیدن که همین وضع موجود را حفظ کردن به مصلحت اسلام است. داشته این دیگه در بین بزرگان مراجع ما می گفتن اگر این وضع موجود به هم بخورد ممکنه جایگزین کسانی می شوند که اونها دیگه از اینها به مراحل بفرمیدا تشخیصشون بوده و اساس تشخیصشون هم مصابن، به جای واقعا بحث نیست. اما امام با یک نگاه دیگری گویا
خون حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه و تغییرات بلندی که حسین ابن علی در رابطه با حادثه عاشورا دارند از شبت خدمتون می که اِلَّمْ يَكُلِّ مَلْجَعٌ وَلَا مَعْوَى لَمَا بَایَتُ يَزِيدَ ابن مَعْوِيَ و از این تغییرات کم نیست. خب ایشون احساس کردن که نه بلغ ما بلغ یار ندارد درست می شود، اصحاب ندارد خدا کارساز است. دو سه عنصر اساسی در زندگی امام تجلی پیدا کرد از 15 خرداد و اون روزی که مرحوم کاشانی امام را دیده بود و ایشون جوان بود، گفت اگر انتظاری هست برای اسلام از این سید است، اگر انتظاری هست از این سید است. و آمد با تمام توان. عمده ایشون محورش توکل به خدا، صلاح و قدرت و خیلی ها ایشون پیشنهاد دادن ما جنگ مسلحانه را بندازیم. این گروه هایی که بعدن پتشون آمد روی آب، از دلتن بوده از قبل هم پتشون روی آب بود، اونتا مردم نمیشناختن و امام هم توصیه میکردن هوای اینها را داشته باشید. امام فرمود با جنگ مسلحانه ما نمیخوایم وارد میدان بشیم. نظر امام این بود که فهم مردم، شناخت مردم اونچنان رشد کند که مردم به چیزی برسند که امام به اون رسیده است. ولذا 15 سال شوخی نیست، 15 سال امام در این حال که مبارزه کرد، در این حال صبر کرد. اینجا یه تعبیری تو این کلام نورانی علی ابن مسرزا هست، میگن انتظار و فرج به صبر. یعنی آدم انتظار گشایش داشته باشد اما همراه با شکیبایی. شکیبایی کارسازه، عجله نه. جنگ مسلحانه را بندازیم، خب شما اسلحه میکشید اونا هم اسلحه میکشن، جنگ میشود مغلوب معلوم نیست میشود. ولی امام همچی آرام آرام این ملت به صحنه آمدن و یک فضای دیگرشون توکل به خدا و توجه به مردم، توجه به مردم. کلمات امام رو نگاه کنید، سخنرانی های دلنشین امام که همه کس میفهمید. این فرمایشات را نگاه کنید و توجه به مردم، این کوخنشین ها، این مردم ساده، این مردم چینی، خیلی خیلی. و در نجف هم که بود معمولا طلبه ها از کشورهایی که حالا شاید جاهایی به حساب نمی آوردن ولی امام اینها را به حساب نمی آورد. این ایجادیه حضرت امام بود. خدا هم کمک کرد، آیات قرآنی هم این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام، خدا هم واقعا کمک می کند. معلومه که ما گاهی درست قدم بر نمی داریم. خب انقلابی با این عظمت را افتاد. امام اون روز هم نظرش این نبود که مثلا فرزن اونجا در تهران بماند و امر و نهی کنه، اصلا تو ذهنش این بود که الان ما کارمون انجام دادیم و دیگر هم بیان برای اداره کن. ولی اون روزی که احساس کرد نه، شیرازه از هم پاشیده می شود، امام از قم دوباره برگشتن بفرمیدا به تهران. 10 سال دوران حضور حضرت امام بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خب امروز هم عبدالله رحمت عزیز و فرزانه انقلابمون سکاندار کشتی انقلابن و تو موارد مختلف، تو مسائل مختلف عنوان همین اخیراً یکی از مجلات کشورهای غربی تصویری از رهبری روی صفحه اول جلد مجله چاپ کرده بود،
تحت عنوان بزرگترین شخصیت جهان از ایشون نام برده بود که حرف او، سخن او، این همه ابرقدرت ها توطئه کردن تو جنگ 8 ساله، شوروی یک طرف، آمریکا یک طرف، جنگ احزاب یک طرف، اما اونی که سربلند بیرون آمد از شبه خدمتون این که ایران اسلامی. ما در ادامه راه نیاز داریم با همون نگاه امام، با نگاه رهبری. متاسفانه افرادی که گاهی مسئولیت میپذیرن، گاهی مناسبی در طول این دوران خب لطمات زیادی وارد شده، منطقه این انقلاب اونچنان محکم و پابرجا بوده که شجرت طیبت اصلها طابق و فرعها فسما، خیلی تکن دادن که از ریشه بکنن این درخت را، ولی باز این درخت جوانه زده است و ما معتقدیم در آینده این درخت جوانه های بیشتری خواهد زد. نشانه روشنش اینه که ما در جریان دفاع از عرشبت حرم و مسئلهی که در سوریه پیش آمد به عنوان مدافعان حرم، حالا ایرانی ها گاهی از اوقات بیان از کشورشون دفاع بکنن بحثی نیست، گاهی دشمنی اونجا وجود دارد دفاع بکنن بحثی نیست، ولی ما میبینیم لشکر فاطمیون به میدون میان، لشکر زینبیون به میدون میان. اینا نشان دهنده این است که این انقلاب مرز نمیشه و همه خود را در کنار این انقلاب میبینن و چقدر شهید از برادران عزیز افغانی ما و چقدر از برادران افغانستانی ما و از پاکستانی ما و از کشورهای دیگر. یه طلبه فرانسوی بود به نام کمال کرسه، اون موقع من مسئولیتی داشتم در رابطه با طلاب غیر ایرانی، این آمده بود اینجا درس بخونه طلبه. این جریان مرساد که پیش آمد، عملیات مرساد، یه روز آمد پیش من گفت من میخوام برم جبهه. گفتم عزیز من تو فرانسوی هستی، مادرت نمیدونم یا پدرت جزایریه، یکیشون فرانسوی بود یکی جزایری. گفت که اینا که شما خیال میکنید علم علم نیست. خیلی عجیب بود به من داشتون به اون موقع. گفتم پس چی علمه؟ گفت العلم نورون یعذف الله فی قلب لحیشا. اصلا من بهتم زد که این داره چه پاسخی به من میده، میگه العلم نورون یعذف الله فی قلب من لحیشای. اصطلاحاتی که شما میگید اینا علم نیست، اونی که راه پیدا بکنه علمه. من راه را پیدا کردم، بزار رفت و شهید شد، الان توی گلزار شهدا مدفونه که گاهی خانواده شدن میان اینجا از بستگانشون سر مزارشون. این انقلاب ما یک عجوبه قرن بود، یک معجزه قرن بود و از روزی که امام این حرکت رو شروع کرد با اصحاب کم، با تعداد یاران کم و بعد همینطور یاد امام را گرامی می‌داریم و برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری دعا میکنیم و از خدا میطلبیم که این مشکلاتی که پیش روی ملت ما و دلدادگان به این انقلاب از ملیتهای مختلف و کشورهای مختلف هست انشاءالله برطرف بشه. ما چشممون به جمال نورانی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا انشاءالله روشن شد. ببخشید. ان مولانا و مقتدانا امام رضا علیه الصلاة و السلام این من دین الامه. خیلی جالبه اگر این میخواد دین امه را بشناسید، ویژگی های دین امه ایناست، چند تا شاخصه است، این شاخصه ها را بشمارید ببینیم چند تا میشود تا آخر. یک، الورع. ورع، من یه بارم تو این جلسه شاید محضر شما علما توضیح دادم، من فرق بین الورع و تقوا. گفته شد که تقوا اون کسیست که گناه نمی کند، ورع یه گام بالاتره، نیت گناه هم نمی کند. الورع
ول افه دین امه افت پاکدامنیست، پاکدامنی که امروز میدونید ورد زبان همه ماست و یکی از چیزهایی که تحقیق میکنه انقلاب ما را اینه که این افت گاهی به بی افتی میبینیم چهره مینماید. اگه نقطه مقابل افت شد بی افتی، لیس من دین ال به فرمیده و ست راستگویی. امه هم خودشون راستگو بودن و هم مبلغ راستگویی بودن و صلاح درستی تو زندگیشون درست عمل میکردن، اهل صلاح و صداق بودن. اصلا هدف حسین ابن علی و دیگر کسانی که قیام کردن یکی از ویژگی هاشون این بوده، قرآن میگه این ورید و ایلت بفرمیدا اصلاح فی امت جدی، حالا ابی هم بعضی دار، ول اجتهاد پرتلاش بودن، ویژگی دین امه پرتلاش بودنه. حالا اجتهاد به هر معنایی که بگیریم تو امور دنیایی اجتهاد البته از طریق سالم، ول اجتهاد در بعد علمی، در بعد تقوایی، یک دایره وسیع این کلمه اجتهاد دارد که شما همه ابعاد مثبت را میتونید در این کلمه اجتهاد جستجو کنید و پیدا کنید، در بعد ایجابی نه بعد سلبی. و اداء الامانه الى البر و الفاجر، این خیلی مهمه که وجود مقدس آقا علی بن حسین زین العابدین و امام العارفین فرمود به خدایی خدا قسم اگر شمشیری که یا خنجری که یا شمشیری که با اون سر پدرم را از تن جدا کردن به امانت به من بسپرند، من در ادای امانت تردید نمی کنم. و ادا الامانه الالبر و الفاجر، بر نکنید. بر به معنای نیکیست، بر به معنای آدم نیکوکار است. یه بر داریم یه بر داریم، گاهی در خوندن بین بر و بر اشتباه میشه. حالا اون یه معنای دیگری داره، حالا اینی که بیشتر به هم نزدیکه بر و بر، ولی بر هم معنای دیگری داره. و طول سجود که متاسفانه نمازهایی که ما نوعا مبتلا هستیم بهش طول که نیست، اصلا عرضم نیست، هیچ چیز. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاکر، نمیدونم این شخص یا نه، ایشون شخصیت انقلابی سیاسی، یکی از دوستان ما ایشون را به خواب دیده بود که اونجا به چی نیاز هست. حالا ما که بیدارن امروز، بله، ایشون این جمله را گفته بود که متاسفم، متاسفم از این که من تا زمانی که تو دنیا بودم سجده های طولانی به جا نیاوردم. گفته بود افسوس می‌خورم که تا مجال داشتم سجده های طولانی به جا نیاوردم. اینجا سجده های طولانی کارساز است. طول سجود و القیام باللیل، اینقدر وقت برای خوابیدن هست که حساب نداره. آدم که از دنیا رفت دیگه تو قبر هست و مساطیست، اینقدر وقت خواب هست. این شبی که خدا این همه فتهجد بهی بفهمدا نافلتن عسا ان تكون عبارت چیه؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چقدر نمازیات سفارش شده به نماز شب. خب تعطیلات شروع شده، شروع می شود. حالا گاهی ممکنه بهانه درس بوده، گرفتاری مطالعه و امثال ذلک، ولی یه برنامه عبادی برای خودمون
در این ایام تعطیلات طراحی کنیم، از همین فردا یه برنامه عبادی بنویسیم که ما در طول این تعطیلات تابستان در کنار منبرمون، در کنار وعظمون، در کنار تبلیغمون یک برنامه عبادی، یعنی متعدد باشیم و اندوخته داشته باشیم برای ورود در سال تحصیلی جدید. و اجتناب المحارم، این که اینا به فتح من میخونم دلیلش اینه که این من دین الام خبر در اینجا چند سال بفرمید مقدمه به اسم آخره، این من دین الام الورع و العفت و الصدق و الصلاح و الاشتهاده و اداء الامامت الى البر و الفاجر و طول السجود و القیام باللیل و اجتناب المحارم، پرهیز از گناهان که دیگه کم نیست. دوره و زمانه ای بود که اینقدر گناه تو جامعه وجود ندار. طلبه بیچاره تو حجرش اوقی گفت خیالم راحت، تو حجره دیگه گناه نیست. نه، این موبایل این کنار گذاشته مجسمه یه فرمیده ها گناه. تو مدرسه مشکل نداشت، بگم مدرسه دیگه امنه، گناه نیست. تو حجره گناه هست، یک تو هر جلسه که شرکت میکنیم زمینه گناه هست. اینقدر گناهان فراوان شده که به تعبیر اون روایت راجع به تقوا که میگه تقوا مثل این میماند که انسان در سرزمینی که پر از خار هست بفرمایید حرکت کند و طوری گام بردارد که پا روی خارها قرار نگیرد. الان وضع ما این شکلیست، یعنی گویا همه مین کاشتن، هر جا میریم گویا مین کاشتن. چقدر آدم تو زمینی که مین کاشتن باید بگردد تا عبور کند از اونجا. لذا عده‌ای از عزیزان ما، همین طلبای عزیز ما، موقعی که میدان مین گذاری شده بوده میگفتن ما حاضریم عبور کنیم تا راه برای عبور رزمندگان فاش بشه. حسنتون کردیم امروز ممکنه من به تفسیر نرسم و حسن ببخشید. و انتظار الفرج به صبر، انتظار فرج اونم با شکیبایی. عجله نکنید. یه تعبیری دیدم راجع به، البته این انتظار فرج معنای عامی میتونه داشته باشه، معنای خاصی داشته باشه، ولی ائمه ما گویا منتظر فرج بودن. وجود مقدس امام صادق میفرماید لو ادرکته لخدمته، اگر من امام زمان را درک کنم میشوم خدمتگزار امام زمان. لو ادرکته لخدمته. توی روایت دارد که اعرف امامک، امامتو بشناس. بعد در ادامهش میگه که ضرری نمیزنند به تو، حالا چه این ظهور جلو بیفتد چه این ظهور به فرمیدا عقب بیفتد. اونی که مهمه شناخت امام. و انتظار الفرج به صبر و حسن صحبت. حسن صحبت یعنی خوب همنشینی با دیگران. اینا هر کدومش یک سخنرانی است. حسن همنشینی، گوی از خود دیده اید خودتون الان هستید، گوی میگه آقا بدم میاد کناری میشه، بدم روح هم آزرده میشه، کسل میشه. گوی میگه نه اصلا دلم میخوام 24 ساعت اینجا بشینم. حسن صحبت با افراد خیلی به نظر من حسن صحبت مهمه. چند گاهی آدم سرگرم صحبت میشه، با هم انس میگیره انسان، ولی گاهی از اوقات میبینه طرف نیش میزنه، طرف میپره به اونجا، یه غیبتی از اون برمیکنه، یه غیبتی از این برمیکنه. تو حرفایی که میزنه بوی حسادت اصلا مثل بخار میاد بالا نسبت به تویی که در مقابلش نشسته، داره حسادت میبرسه. به ظاهر سبحان الله، ولی در دل حسادت.
چرا این جلو افتاده من جلو نیفتادم. با حسن الجوار همسایه خوبی برای دیگران باشید. به تعبیر امام صادق فرمود همسایه خوب همسایه نیست که آزارش به دیگران نرسد، همسایه خوب همسایه است که اگر اذیتش کنند صبر کنند. و حسن الجوار و بذل المعروف، نیکی کردن، کارهای خوب انجام دادن، اینقدر کار خوب است. همینطور که من الان عرض کردم زمینه های گناه فراوان شده، به جان عزیزی شما قسم که برای من عزیز است، زمینه برای انجام کارهای خوب هم فراوان. یعنی مایوس نشیم بگیم همه چیز ما را احاطه کرده و خورده و برده، نه، اینقدر زمینه برای کار خوب فراوانه که عرض شود خدمتتون این که و کف الاذا، مواظب باشید به دیگران آزار نرسانید، اذیت نکنید، بی آزار باشید، وجودتون یه وجود بی آزاری باشد. الخیر منه مأمول و شر منه یا عنه مأمون. در یک کلام آقا علی بن مسرزا داره، مؤمنین واقعی کسانی هستند که امید خیر ازشون میرود و مردم از شر اینها در بفرمایید امان است. و بست الوجه، گشاده رو بودن، عبوس بودن، عبوس قمطری را نه، گشاده رو بودن با افراد که مواجه میشیم، گشاده رو باشیم، بخشی از بخش قابل توجهی از موفقیت رسول مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. و اینک لعلی خلق عظیم ولو کنت فضل غلیظ القلب لانفضوا من حوله. یا در اون روایت دارد که اگر پول ندارید که به مردم بدید، لااقل با چهره بفرمایید شاده برخورد کنید. و بست الوجه و نصیحه، خیر خواه مردم باشید. گاهی بعضی ها میگردن تو زندگی یه عیبی از کسی پیدا کنن، این را مثل این دستگاه هایی که هست بالاست میافته گاهی رو ماشین مردم، مثل چیزی که تو بلوار امیر افتاد، جبر الصغیر، مثل جبر الصغیر میخوان بالا ببرن همونجا علم کنن تا همه این عیب را بدانن. میگه نه، خیرخواه مردم باشن. اگه عیبی هم در کسی دیدید بفرمایید و برجسته نکنید، برجسته نکنید. خیلی تعبیر عجیبی است. و رحمت للمؤمنین، نسبت به مؤمنین رحیم، رؤوف، مهربان، دلسوز، خیقا، اینا بیجیری هست. میگه این من دین العلمه، شما که پیروه اهل بیتید، میگه اینا تازه من دین العلمه، من تبیزی هست. هفده تا شد؟ نوزده. موقعی که علما توی یه جلسه اختلاف کنن تکلیف تاریخ معلوم بشه. من خودم بشمارم، خودم بشمارم. شما میخوای بخونی؟ نه، وقت ما رو میگیم. ورع یک، افت دو، ست سه، صلاح چهار، اجتهاد پنج، اداء و امانه شش، الالبر و الفاجر هیچ، طول سجود هفت، قیام به لیل هشت، و اجتناب المحارم نو، انتظار الفرج بالصبر ده، حسن الصحبه یازده، حسن الجواب بذل المعروف سیزده، کف الاذا بست الوجه و النصیحه و الرحمه.
اهل المؤمنین. آفرین به شما. خب ما شما را خدا می سپاریم. امروز تفسیر نشد ولی یه آیه ای در این تفسیر وجود داره، میخواستم بخونم، فقط آیه شو بخونم برای این که نگید امروز هیچ شمه بهره نبردیم. همین آیه خودش بارترین بهره است. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا. آسر جا بفرمایید یه ذره توقف تا جز مؤمنین بشرید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. یه دنیا مطلب توش هست دیگه. صریح باشید، اجازه فرمایید صریح باشید مؤمنین، شفاف باشید، حرف دو پهلو نزنید. این کلمه رائنا شأن نزولش ابن عباس میگه این بود که موقعی که پیامبر اکرم مشغول به صحبت بود، گاهی پیغمبر کمی مثلا تندتر صحبت میکرد جلوتر، خلق الله میگفتن کمی ملاحظه ما را هم بکنید، رعنا، رعایت کنید ما را، یعنی ما همچی دیر متوجه میشیم، کمی مثلا آهسته تر. قرآن میگه از این واژه رعنا استفاده نکنید. به جای کلمه رائنا موقعی که به پیغمبرم میخواید بگید یا رسول الله کمی مهلت مراعات کنید، بگید انظرنا. پیغمبر ما هم یه توجه بکنید، از اف معمومین را هم در نظر بفهمید و بگیرید. چرا هم رائنا نه انظرنا؟ بله رائنا دو پهلوست. یه برداشت از رائنا یعنی مراعات کن ما را، کمی معنای درستش هست. این رائنا یهودی ها از این کلمه رائنا یه لفظی استفاده می کردن که در مقام تمسخر پیغمبر بودن، لذا میگه کلمه رائنا نگید، چون این یهودی ها هم که می رسن از رائنا معنای توهین اراده می کنن نسبت به پیغمبر، در این حال شما معنای توهین اراده نمی کنید، شما میگید مراعات کنید ما را. رائنا گاهی از اوقات هم می کشیدن راعینا، یعنی چوپان ما، چوپان ما. یا یه معنای دیگر رائنا یعنی بشنو، کرشو. این تعبیر رائنا این معنا رو هم داره، اونا این معنا رو اراده می کردن. بشنو، کر بشی، یعنی چرا گوش نمیدی؟ ما میگیم مثلا چه هست با حالی که مسلمان های بندگان خدا رائنا اینه پیغمبر لطف کنید، محبت کنید، مراعات کنید. ما